سلام به صفحه‌ی آخر هفته، خوش آمدید. من فرناز قاضی‌زاده هستم. در حالی که تنها کمی بیش از 3 هفته تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی است، تهدیدها برای احتمال یک جنگ با ایران هر روز شنیده می‌شود. در سالگرد ترور قاسم سلیمانی در عراق، فرماندهان آمریکایی می‌گویند برای دفع هر نوع حمله تلافی جویانه از طرف ایران آمادگی دارند. همین دیشب رویترز از مذاکراتی بین مقامات ارشد آمریکا برای آمادگی در مقابل حملات احتمالی ایران به مقرهای دیپلماتیک و نظامیان این کشور در عراق خبر داد و گفت طیفی از گزینه‌ها مورد توافق است. با اندکی فاصله رئیس جمهوری آمریکا توییت کرد که موشک‌هایی که با آنها سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد هدف قرار گرفته شده ایرانی بودند و اگر یک آمریکایی در عراق آسیب ببیند ایران را مسئول می‌داند. این سوال تکراری است و بارها به خصوص بعد از دیماه پارسال پس از گشته شدن قاسم سلیمانی پرسیده شده، اما آیا احتمال یک جنگ واقعی است؟ همکارم هادی نیلی جزئیات بیشتر این اتفاقات رو دنبال کرده، الان با ماست. هادی، واقعا چقدر جدی است؟ چقدر اونجا زمزمش شنیده میشه؟ خب کمتر از 4 هفته باقی مونده تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و خیلی ها از هفته های پیش و از بعد از معلوم شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این بیم رو مطرح میکردن که شاید دونالد ترامپ و مقامات ارشد او از جمله وزیر خارجه مایک پومپئو قصد داشته باشند در این هفته های باقی مانده تا پایان دوره ریاست جمهوری او سطح تنش با جمهوری اسلامی رو به قدری بالا ببرند که کار برای دولت بعدی آمریکا، دولت جو بایدن، برای اون چه که گفته بازگشت به اجرای برجام هست سخت‌تر بشه. اینکه اگر تنش بین ایران و آمریکا به یک رویاروی نظامی یا یک حتی حمله‌های غیر مستقیم نظامی بکشه و اگر در چنین حمله‌هایی که مقام‌های آمریکایی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی منتسب می‌کنند کسی از نیروهای آمریکایی کشته بشه، سطح تنش رو به قدری بالا می‌بره که برای دولت بعدی دشوارتر خواهد بود اینکه به فضای دیپلماتیکی که قبل از آمدن دونالد ترامپ بود برگرده. هرچند وقتی روز گذشته شامگاه به وقت واشنگتن خبر آمد که دونالد ترامپ با وزیر خارجه، وزیر دفاع، در واقع کفیل وزارت دفاع و همینطور مشاور امنیت ملیش جلسه داره در مورد ایران، گمانه‌زنی‌ها در این مورد بالاتر گرفت و بلافاصله این توییت‌های رئیس جمهور آمریکا منتشر شد. در این حال رسانه‌ها در آمریکا گزارش میدن که یکی از گزینه‌هایی که دولت آمریکا الان در دست بررسی داره اساساً موقتاً بستن سفارت آمریکا در بغداد هست، اقدامی که دو تا نتیجه میتونه داشته باشه. یکی اینکه به خودی خود احتمال اینکه نیروهای آمریکایی در بغداد در سفارت آمریکا مورد حمله قرار بگیرن و تلفاتی باقی بمونه بر اثر این حمله ها، این احتمال کمتر میشه وقتی سفارت بسته باشه و کسی در اون نباشه. چون میدونیم که اگر در این هفته های مونده تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ کسی از نیروهای سفارت آمریکا کشته بشه، برای او بار سنگینی خواهد داشت در عرصه سیاست داخلی. و از طرف دیگه این اقدام شاید بتونه خودش نوعی بازدارنده باشه از اینکه دولت آمریکا بخواد این پیام رو بده که داره سطح آسیب پذیریش در منطقه رو در این حد کاهش میده، هرچند همچنان اهدافی نیروهای آمریکایی و منافع آمریکا در منطقه اهدافی خواهند بود برای اگر کسی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بخواد به اونها حمله بکنه، همچنان حضور دارن نیروهای آمریکایی. ولی خب وقتی سفارت آمریکا بسته بشه، جایی که چند ماهه که مرتب تحت حمله‌های قرار میگیره منتسب میشه به گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران، بله، این میتونه خودش باعث بشه که تنش کاهش پیدا بکنه. اشاره جالبی کردی که گروه های منتسب به ایران همواره انگشت اتهام به سمتشونه، ولی ایران به خصوص در موارد اخیر حتی به شدت رد میکنه، میگه ما کاری نداشتیم، ما نقشی نداشتیم. فکر میکنی چقدر قابل پذیرش هست در آمریکا اینجور صحبت ها اگر زمانی اون اتفاقی که آقای ترامپ گفته خط قرمزه بیفته، یعنی کسی کشته بشه یک آمریکایی؟ فضا مبهم هست، به خصوص با توجه به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همونطور که ما میبینیم
عمدترین ادعایی که داره در هفته های اخیر میکنه در مورد انتخابات ریاست جمهوری از طرف حتی هم حزبی هاش داره زیر سوال میره. این به نوعی شاید اگر چنین اتفاقی بیفته فضا رو چندان به نفع دونالد ترامپ جلو نبرده. یعنی به طور معمول وقتی رئیس جمهور آمریکا در چه موقعیتی قرار میگیره، افکار عمومی آمریکا و حتی مخالفان حزب مخالف او هم پشت سرش قرار میگیرن، ولی الان وقتی که همه اینها رو ما در سایه انتخابات بخوایم ببینیم، ممکنه که تردیدها در این مورد جدیتر باشه، به طور در واقع کمتر از اونی که معمول هست شاید از رئیس جمهور آمریکا این ادعا رو به راحتی بپذیر افکار عمومی. ولی این رو هم ما باید در نظر بگیریم که وقتی اگر کار به اینجا برسه که دولت آمریکا ادعا بکنه کسی از نیروهاش یا دیپلمات‌هاش در عراق کشته شدن و اونها در حمله گروه‌های منتسب به جمهوری اسلامی بودن، خب این خودش باز هم میتونه که فضا رو فراتر از این ببره که دونالد ترامپ داره این رو میگه یا رئیس جمهور مستقر داره میگه. به احتمالاً بیشتر از دید این دیده میشه که رئیس جمهور مستقر داره چه این حرفی میزنه. ولی در واقع اتهام های دولت آمریکا به مقام های جمهوری اسلامی در مورد اینکه از گروه های حمایت میکنن که به منافع آمریکا حمله میکنه دو ده هست. یعنی از ابتدای حضور آمریکا در عراق وجود داشته. دولت جورج بوش پسر و دولت باراک اوباما هم بارها این اتهام ها رو مطرح کرده، تکرار کرده، و الان هم دولت دونالد ترامپ که داره حرف از این میزنه که این راکت هایی که به سمت سفارت آمریکا در بغداد شلیک شده، این رو داره در سلسله ادعاهای قبلی دولت آمریکا، دولت های قبلی آمریکا مطرح میکنه، و به این ترتیب شاید برای افکار عمومی آمریکا در سایه این 20 سال حضور گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران دیده بشه. ممنونم از تو هادی نیلی، و همینطور ممنونم از اون گربت که خیلی مؤدب اون پشت نشست. اگه سگ خشایار بود هرگز نمیذاشی مصاحبه انجام بشه. ممنونم از تو. اما دو مهمان دیگر داریم که در اینجای بحث به ما ملحق میشن. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا از شورای آتلانتیک با ما هستن، و همینطور محسن سولتوس، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه کوینزلند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم امان، شما چطور میبینید صحنه رو؟ این صحبت هایی که شنیدیم از طرف خبرگزاری رویترز گزارش کرده، قبل از این یک بار دیگه شنیدیم که آقای ترامپ یک گروهی از مقامات ارشد رو خواسته، از اونها درباره احتمال حمله به ایران و آپشن ها و گزینه ها صحبت کرده، چقدر محتمله؟ سلام عرض میکنم خدمتتون و بینندگان عزیزتون. ببینید، عقیده من به همون اندازه‌ای که آقای ترامپی که هنوز رئیس جمهور آمریکا نشده بود و کارزار انتخاباتیش رو در جریان داشت، به همون اندازه ایشون غیر قابل پیش بینی است، و در تمام طول این 4 سال هم به خوبی ثابت کرده که در موارد بیشماری که اساساً به اصطلاح زیاد حساب ویژه‌ای روی حرف مشاوران یا مقام‌های دیگر آمریکا قائل نیست، اینه که هم ایران هم آمریکا، دولت ترامپ در مواقع زیادی همدیگر رو دست کم گرفتن، تهدیدهای همدیگر رو دست کم گرفتن. اما به عقیده من آقای ترامپ به خوبی ممکنه به یک اقدامی دست بزنه، چون در پایان دوره ریاست جمهوریش دو سه هفته دیگه بیشتر باقی نمونده، جوابگو نخواهد بود در مقابل کاری که الان کار غیر عادی که اقدام غیر عادی صورت بگیره، بلکه دولت بعدی آمریکا جوابگو خواهد بود. یعنی خطر به نظر شما الان خیلی ممکنه بیشتر باشه تا پارسال بلافاصله بعد از قتل آقای سلیمانی؟ 100%. و یکی دیگه این که ممکنه آقای ترامپ تنش رو به یک وضعی، به یک حدی برسونه که اگر ایران هم به یک عکس العملی دست بزنه، اساساً دولت بایدن رو در مخمصه فوق‌العاده گسترده‌ای قرار خواهد داد. آقای سلطان، نظر شما چیه در مورد این موضوع؟ فکر می‌کنید واقعاً ممکنه این اتفاق بیفته؟ با کسی هم پوشیده نیست که اسرائیل هم ظرف هفته‌های اخیر حملاتش در سوریه به نیروهای ایرانی خیلی بیشتر کرده، یک ترور انجام شده که مقامات ایران میگن کار اسرائیل بوده، و خب بر کسی پوشیده نیست که اسرائیل هم بدش نمیاد که اگر اتفاقی بیفته. درود بر شما. بله، نکته که شما اشاره کردین اتفاقا به نظر من خیلی مهم هست. اینکه درسته که آقای ترامپ چیزی برای باخت نداره، آدم بسیار غیر قابل پیش بینی هست، هر نوع هنجار شکنی رو از زمانی که وارد کاخ سفید شده انجام داده، اما این شرکای منطقی آقای ترامپ هم به نظر من نقش خیلی مهمی دارن. حتی همین حملاتی که به سفارت آمریکا هم میشه
مشخص نیست واقعا از طرف چه گروه‌هایی هست، با توجه به اینکه ایران این حملات رو محکوم می‌کنه. بنابراین به نظر من اینکه در روزهای آینده این یک دو هفته‌ای که از ریاست جمهوری آقای ترامپ باقی مونده یک عمل غیر قابل پیش‌بینی دیگه دوباره از ایشون سر بزنه احتمالش خیلی زیاد نیست. کما اینکه ما از زمانی که ایشون از برجام خارج شد دیدیم که ایران و آمریکا در حقیقت در مسیری قرار گرفتن که این احتمال رویارویی نظامی هر روز بیشتر و بیشتر شد و الان فکر میکنم دیگه در نقطه اوجش هستش که باید ببینیم تو این دو سه هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. دقیقا سوال همینجاست، آیا فکر میکنید در دو سه هفته باقی مونده که وسطش کریسمس هست، سال نو هست، تعطیلات هست، خیلی اتفاقات دیگه هست و یک اپیدمی بین المللی هم در جریانه، آیا ممکنه که یک جنگی باشه در جریان؟ ببینید همونطور که تو گزارشتون هم مطرح کردین در داخل آمریکا جو به نحوی نیست که همحزبی‌های آقای ترامپ موافق اقدام نظامی علیه ایران باشن. به نظر من فکر نمی‌کنم حتی افراد تندروی مثل تام کاتن یا تد کروز حتی دنبال درگیری نظامی با ایران باشن. اما اینکه در منطقه چه اتفاقاتی میفته و این جرقه این اتفاقات توسط کی زده میشه که ناگزیر از رویارویی نظامی بشن ایران و آمریکا، این واقعا قابل پیش بینی نیست. من یه جوری فکر می‌کنم آقای سلطنوس، شما دارید اشاره می‌کنید به پراکسی ها و گروه‌های در واقع شبه نظامی که به نظر میاد که گفته میشه که اینها تحت نظارت ایران هستند، اما آیا واقعا ایران روی همه اینها نظارت کافی داره به نظر شما؟ ببینید یکی از پیامدهای ناخواسته حمایت از گروه‌های شبه نظامی همین احتمال انجام عملیات خودسرانه است. تا به حال شاید بشه گفت در 14 دهه اخیر ایران خیلی موفق عمل کرده، تونسته این پراکسی‌ها و این گروه‌های شبه نظامی خودش رو به نوعی حمایت بکنه که عملیات خودسرانه خیلی از اینها سر نزنه. اما موردی که اینجا هست، ما واقعا الان نمی‌دونیم که آیا شواهدی وجود داره که این حملاتی که به سفارت آمریکا اتفاق افتاده واقعا گروه های تحت حمایت ایران بودن یا گروه هایی بودن که تحت حمایت کشورهای دیگه بودن. ما شاید نظایر این اتفاقات در تاریخ داشتیم که برحال برای آغاز کردن یک جنگ حتی گروه هایی که کشورهای خودی و کشورهای متحد ممکنه جرقه این جنگ رو با حملاتی زده باشن. بعید نیستش که حتی شرکای متحدین منطقه‌ای آمریکا، عربستان، امارات، اسرائیل که به هر حال نفع میبرن از اینکه در روزهای آخر یک رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته، این حملات از جانب گروه های مورد حمایت اینها صورت گرفته باشه. خانم شما تخصص دارید در مورد این گروه های در واقع شبه نظامی که گفته میشه به هر طرفی وابسته هستن، حالا ایران یا بقیه کشورها، چقدر محتمل میبینید همین صحبتی رو که آقای سولتوس کردن؟ ببینید من با صحبت ایشون کاملا موافقم، یعنی سپویلرز واقعا یک کسایی که اصلا ممکنه اصلا از طرف ایران هم ماموریتی نداشته بوده باشن این به یه همچین کاری دست زده باشن. یک زمانی حالا ببینید آقای ترامپ میگه که روی این موشک‌ها نوشته ساخت ایران، خب ایران هم یک درست در زمان طالبان، در زمان بعد از طالبان، آمریکایی‌ها یک مشابه همین اتهام‌ها رو به ایران وارد کردند و ایرانی‌ها گفتن خب ما اگر می‌خواستیم سلاح به اصطلاح مواد منفجره به طالبان یا گروه‌های شبه نظامی بدیم چه می‌نوشتیم ساخت ایران. جالب اینه که ولی بعدا معلوم شد واقعا ایران در این اقدام‌های مشابه دست داشته. برای همین مقداری واقعا پیچیده است. البته خوبه که ایران فاصله گرفته و خوبه که سعی کنه کمک کنه، به هر حال اگر که بتونه کمک بکنه در پیدا کردن عاملش. با این مقدمه که شما گفتید ممنونم، برای اینکه ما رو میرسونه به بحث دوم ما در مورد اتفاقات این هفته. همزمان با همین تحولاتی که شنیدید، مصاحبه لطف‌الله نجفی زاده خبرنگار شبکه طلوع افغانستان با محمد جواد ظریف واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی ایجاد کرد. همونطور روزنامه کیهان در ایران اون رو شیطنت یک خبرنگار توصیف کرد و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم گفت که رفتار این خبرنگار در شأن برخورد با نماینده سیاسی یک ملت نبوده، که البته بعد از مدتی این خبر از خروجی‌هاش حذف شد. سوالات چالشی این خبرنگار درباره شرایط داخلی ایران، روابط ایران و افغانستان، روابطش با طالبان و همینطور نقش ایران در تشکیل لشکر فاطمیون بسیار شنیدنی بود. ما از همکارانمون در شبکه طلوع اجازه پخش 5 دقیقه از این مصاحبه گرفتیم و بخشی از اون رو که مربوط به بحث امروز ماست پخش می‌کنیم، اما بخشای بیشتر رو شما می‌تونید حتماً ببینید که درباره نوع حکومت ایران و
ما متاسفانه نتونستیم در این 5 دقیقه اونها رو جا بدیم. اگر علاقمند هستید میتونید به سایت خود تلویزیون طلوع مراجعه بکنید و این رو ببینید. بلافاصله بعد از سقوط طالبان در افغانستان همیشه زمزمه هایی درباره حضور اونها در ایران وجود داشت، اما همواره توسط مقام های ایران تکذیب شد. این بار محمد جواد ظریف درباره اونها صحبت کرد. تعریف شما از طالب چیست؟ طالب تروریست است؟ طالب یک گروه شورشی است؟ چی تعریف داره ایران از گروه طالبان؟ ما خب همونطور که شما اشاره کردید، طالبان قبل از اینکه کسی دیگر رو کشته باشن 8 نفر از همکاران من رو کشتن. بله. و شهید کردن، ولذا ما تعریفمون این است که طالبان اقدامات تروریستی زیادی کردن. اما اینکه ما بگیم طالب تروریسته، طالب بالاخره یک گروهی هست در داخل افغانستان که اقدامات تروریستی داشته و امروز هم ضروری است که طالب به عنوان یک بخشی از راه حل آینده افغانستان باشه و نه راه حل آینده افغانستان. خیلی تفاوت بینه. مهم است. اما طالب به عنوان یک گروه نزد شما یک گروه تروریستی نیست. ببینید، طالب اقدامات تروریستی بسیار انجام داده. اینکه طالب یک گروه تروریستی هست یا نه، در قوانین ما هنوز طالبان رو از گروه تروریستی خارج نکردیم. پس هست در قوانین ما، کما اینکه در قوانین ملل متحد بوده. مقامات افغان به شمول رئیس اردوی افغانستان، رئیس قبلی اردوی افغانستان در 2017 ادعا کرد که ایران به طالبان جنگ افزار میده، آموزش میده، زخمیاشو درمان میکنه، شبیه ISI. ما حتما هیچ یک از این سه کار رو انجام نمیدیم، جنگ افزار نمیدیم، زخمی های طالبان رو درمان نمی کنیم، اما با طالبان گفتگوی جدی داریم. من شخصا با ملا برادر در تهران ملاقات کردم. طالبان در ایران خانه دارن؟ مقامات طالبان در مشهد، در زاهدان؟ من از چنین چیزی اطلاع ندارم. ممکنه افرادی که با طالبان ارتباط داشته باشن در ایران رفت و آمد داشته باشن، اما اینکه در ایران مقر داشته باشن یا قرارگاهی داشته باشن حتما چیزی به نام شورای مشهد و کمیته زاهدان، من هم اینا رو شنیدم، ولی ما واقعیتی از این خبر ندارم. بخشی از مصاحبه شبکه طلوع بود با محمد جواد ظریف. خوشحالم میگم به شجاع محسنی، تحلیلگر امور سیاسی افغانستان از کابل، که در اینجا به بحث ما ملحق شدن. آقای محسنی، نظر شما چیه در مورد این صحبت هایی که وزیر خارجه یک کشور همسایه در مورد طالبان میکنه؟ آیا این حرف ها از نظر ارگ کابل قابل پذیرش هست؟ به نظر میرسه که موضع آقای ظریف نزدیک به حکومت افغانستان بود در خصوص طالبان. آقای ظریف بحث ازی گفت که طالبان را گروه تروریستی خواند و بعد گفت که طالبان یک بخشی از راه حل افغانستان است، نه تنها راه حل افغانستان. طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی خطاب قرار داد، قطعا در وضعیتی که امریکایی‌ها کوشش میکنن ایران را از قضیه صلح افغانستان منزوی کنن و همچنان وضعیت سیاسی در افغانستان ناپایدار هست و مشخص نیست که وزنه به کدام طرف سنگینی میکنه، به طرف حکومت یا به طرف طالبان، گفتن چون این سخنانی به سود دولت افغانستان و به ضرر دیپلماسی ایران بود، با توجه به اینکه نیاز دارن در میز مذاکرات با طالبان میانه خوبی داشته باشن که از انزوای منطقه‌ای که آمریکایی‌ها برای ایران میخواهند بیرون شوند. بر صورت از نظر من طالبان در صحبت‌های آقای ظریف همون تعریف را داشت که دولت ازش داره. آقای شجاعی، در مورد این بخش که به طور به خصوص در مورد حضور طالبان در شهرهایی از ایران صحبت میشه، ما میدونیم که سالهاست در مورد این موضوع حرف هست، اما به طور وضوح مقامات ایران هیچ وقت در موردش صحبت نمی‌کردن. این به نظر میاد که یک نقطه عطفی است. این چه واکنشی داره در میان تحلیلگران مسائل و همینطور مسئولان در افغانستان؟ اونها میدونستند این رو؟ متاسفانه زمینه و فضای افغانستان از گذشته‌های دور فضای نیابتی بوده. دلیلش هم ضعف قدرت مرکزی و حکومت مرکزی در کابل بوده. ما اگر تاریخ افغانستان رو هم ببینیم، میدان افغانستان یک میدان نیابتی بوده، زمان روسیه تزاری با انگلیسی ها، زمان جهاد افغانستان روس‌ها و آمریکایی‌ها، و بعد از اون میدان نیابتی جنگ کشورهای منطقه، مخصوصاً که ما یک قدرت مسلط را بعد از جنگ سرد در
جهان نداشتیم و قدرت‌های منطقه جرأت بیشتری در میدان‌های نیابتی منطقه‌ای پیدا کردند و تاریخ کشورهای ضعیف معمولاً نشانگر یک دستبرد منطقه بوده و کشورهای منطقه بوده. قطعاً از این جهت حکومت افغانستان با توجه به ضعف که حکومت مرکزی داره افغانستان متأثر بوده. آقای ظریف با تا حدودی تفره رفت از این موضوع و خواست مقایسه کنه با وضعیت طالبان با پاکستان. بحثشی بود که ما طالبان را ممکن است باشن اما ما دخالتی نداریم، برعکس پاکستانی ها را به عنوان متولی و کسانی که مالکیت بحران افغانستان و طالبان را داره تعریف کرد و با یک مقایسه بین دو کشور منطقه خواست که سوال را جواب بده. خانم امان، این بخش دیگری از همین صحبت ها، خبرنگار از آقای ظریف میپرسه که آیا شما حاضر هستید که یک کشور در واقع سنی مشابه اون چیزی که الان شما در ایران دارید مثلا یک دولتی باشه و یک امیرالمومنین سنی بالای سرش؟ آقای ظریف گفت که آره ما مشکلی نداریم. به نظر شما واقعیت رو گفت یا دولت ایران و حکومت ایران نگران یک دولت سنی در کنار خودش در این شکل خواهد بود؟ نه، مسلماً حرف نادرستی زدن آقای ظریف. اتفاقا من فکر کردم جوابایی که آقای ظریف دادن بیشتر شبیه جواب مثلا سران نظامی سپاه هست که مثلا این چیزا میگن. واقعیت این هست که اهل سنت، اقلیت سنی در ایران بسیار مورد تبعیض هست، در بخصوص در مناطق مرزی. و یکی دیگه این که اساساً شیعیان افغانستان نظامی مثل نظام شیعیان حتی نظامی مثل نظام ولایت فقیه در ایران رو نمیپسندند. متاسفانه به خاطر به اصطلاح نزدیک، حالا نحوه استفاده ایران جمهوری اسلامی از شیعیان افغانستان یا پاکستان، این تصور در افغانستان ایجاد شده که انگار شیعیان افغانستان یک سره تابع ایران هستند، ولی واقعا اینجور نیست. به ویژه در میان به اصطلاح روشنفکران، در میان به اصطلاح اقشار تحصیل کرده شیعه، اساسا مدل ایران مدل قابل قبولی نیست و به احتمال زیاد ایران هم در یک مدل به اصطلاح معادل همین مدل با به اصطلاح حاکمیت اهل سنت مخالفت میکرد. آقای سلطوس، بحث دیگه، بحث در واقع این هست که صلح طالبان با افغانستان با آمریکا سر بگیره، نقش ایران چی میشه؟ ایران کلاً این مذاکرات صلح رو نادیده گرفت، کنارش ایستاد، گرچه که حالا آقای ظریف میگه که ما بیانیه دادیم، در بخشایش مثلا قبلش دیدار داشتیم، اما موقعیت ایران چه خواهد بود بعد از صلح طالبان با آمریکا؟ بله، اینکه واقعا این پروسه که به عنوان صلح مطرح شده بین طالبان و حکومت افغانستان، آیا واقعا سرانجامش به صلح و آتش بس و پایان درگیری‌ها خواهد انجامید؟ من خیلی خوشبین نیستم. به هر حال داریم در مورد حکومتی داریم صحبت می‌کنیم، در مورد افرادی داریم صحبت می‌کنیم که آمریکا دقیقاً به خاطر همین افراد حمله کرد به افغانستان در سال 2001. دقیقا همین افراد بودن که به هر حال منجر به حملات 11 سپتامبر شد. در اون زمان اتفاقا ایران و آمریکا با هم همکاری کردن برای سرنگونی طالبان. من فکر نمی کنم واقعا به اون چه که صحبت میشه، یعنی این اقدامی که دولت آقای ترامپ در روزهای آخرش کرد، مثل مشابه سایر اقدامات دیگرش برای دستیابی به یک میشه گفت پیروزی در سیاست خارجی، چیزی به عنوان ایشون خیلی دوست علاقه داره که از کلمه صلح، پیمان صلح، رسیدن به صلح استفاده بکنه، مثل سایر پیمانهای صلحی که همینجوری به قول سری دوزی ایشون داره توی منطقه بین کشورهای منطقه میبنده. اما من واقعا فکر نمی کنم با اون چیزی که اگر قرار بود پیمان صلحی بین گروه های مختلف در افغانستان بسته بشه، و عقیده من هم باید کشورهای منطقه همه شرکت میکردن در این مذاکرات و نقطه نظرات تمام این کشورها باید لحاظ میشد. همین که دارید میگید رو خانم امان هم تایید میکنم. به نظر میاد که قبل از این هم، خب من با خیلی از کارشناسان صحبت کردم، خیلی ها این رو میگن، اما چرا ایران معمولا از این روند مذاکرات بیرون میمونه؟ آیا راهکاری واقعا آمریکا نداره برای وارد کردن یکی از بزرگترین بازیگران منطقه به روند صلح، یا اینکه اساسا میخواد ایران رو کنار بگذاره؟ به گمان من، ببینید، سابقه همکاری ایران و آمریکا در این روند صلح چه در عراق و چه در افغانستان رو
باید یک نگاهی ما بهش بکنیم. در سال 2001 اتفاقا با دید خیلی مثبت حتی نمایندگانی که در بن و در ژنو برای حمله به افغانستان و برکناری طالبان صحبت میکردن نمایندگان آقای سلیمانی بودن که با دید مثبت هم ایران رفت جلو. اما اتفاقی که افتاد بعد از یک سال، سال 2002 ما دیدیم که آقای جورج بوش ایران رو در لیست که محور شرارت قرار داد. یعنی انتظاری که ایران داشت به خاطر این همکاری که برای حمله به طالبان به هر حال با آمریکا داشت، انتظار داشت که نقشش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در نظر گرفته بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. در سال 2003 هم بعد از حمله به عراق باز همین اتفاقات افتاد. تماس‌های بین ایران و آمریکا برقرار شد برای اینکه همکاری داشته باشن در عراق. باز هم ما شاهد هستیم در یک مستندی که خود بخش انگلیسی بی بی سی در مورد آقای سلیمانی درست کرده بود سال گذشته، همین صحبت‌ها شده بود که اتفاقاً آقای سلیمانی بله رجوع کرده بودن به آمریکایی‌ها برای صحبت کردن برای تأمین امنیت عراق، ولی فرماندهان نظامی آمریکایی بودن که نادیده گرفتن درخواست‌های ایران رو و به نوعی بی‌اعتنایی کردن. بله. به گمان من این سابقه تاریخی به هر حال خیلی مهم هستش که عدم اعتماد ایران به آمریکا، اینکه به هر حال یک سری مذاکرات رو از پیش تعیین شده آمریکا به خواست خودش بدون در نظر گرفتن خواست‌ها و نیازهای ایران و فقط ایران رو به عنوان مهمان دعوت میکنن، به گمان من خب خیلی نمیشه انتظار داشت که ایران نقش فعالی در چنین مذاکراتی داشته باشه. یه نکته خیلی جالبی که شما بهش اشاره کردید که بارها هم تا حالا مطرح شده، نقش سپاه قدس به خصوص در روابط منطقه‌ای ایران هست. در بخشی از همین مصاحبه هم صحبت میشه در مورد حضور آقای قانی در افغانستان. ما میدونیم که هر چقدر که آقای سلیمانی در قسمت‌های غربی ایران فعال بودن، آقای قانی متمرکز بودن ظاهراً روی افغانستان. آقای محسنی، شما چه می‌دونید از حضور سپاه قدس در افغانستان؟ چقدر سپاه قدس حضورش و نمایندگانش در افغانستان دیده میشه و در تحلیل‌ها، در خبرها حضورشون رو حس می‌کنید شما؟ به نظر میرسه با توجه به حضور سنگین امریکایی ها در افغانستان و همه کشورهای عضو ناتو در افغانستان و پوششی اطلاعاتی که ناتو و امریکا در افغانستان داره، ایرانی ها مجالی برای کار نداشتن و یا نخواستن وارد حوزه افغانستان در وجه نظامی و شبه نظامی شوند، آنگونه که در خاورمیانه، در عراق، در یمن و در دیگر کشورها بوده و این همه جای افغانستان هست، هم شمال هم جنوب، در همه جا میشه این رو گفت. تا حالا که سیطره امریکایی ها تا حدود در افغانستان هست، حکومت مرکزی هم او هم یاری رو نداره با ایرانی ها، تقریبا زیر فشار امریکایی ها بوده، حتی بسیاری از روندهای سیاسی با ایران زیر فشار امریکایی ها معلق شده. پیمان امنیتی و استراتژیک که قرار بود بین ایران و کابل امضا شود چندین سال است معطل شده و حاکی از نفوذ امریکایی ها بر سیاست افغانستان است، مخصوصا اینکه ترکیب اجتماعی افغانستان، ترکیب اجتماعی عراق و ترکیب اجتماعی یمن و ترکیب اجتماعی سوریه از لحاظ قومی مذهبی نیست و با توجه به اینکه صاحبان قدرت در افغانستان از کدام گروه ها هستند و نفوذ خارجی کدام کشور بیشتر در افغانستان نفوذ دارم، مجال چندانی نبوده که حضور پررنگی از ایران در افغانستان گزارش شود، با او وجهی که گزارش میشه در کشورهای خاورمیانه در وجه نظامی و شبه نظامی گریش. اما در بحث تبلیغی و در بحث مسائل فرهنگی و آنچه که ایران به عنوان اهداف انقلاب خود میگم، قطعا خب به عنوان یک بخش از زمینه کار در افغانستان، مخصوصاً که فضای آزاد رسانه ایست و افکار متعدد پخش شده در این فضا وجود داشته، اما در اون وقت بجهش با توجه به اینکه زمینه و ظرف افغانستان خیلی مشابه با او زمینه های خاورمیانه ایش نیست، خیلی حضور چشمگیر نبوده و میشه گفت که ایرانی ها اقدام تا حالا نکردن. خانم امان، حضور چشمگیر میگن نبوده، اما آیا حضور همگونی بوده در این 20 سال؟ آیا میشه گفت که ایران، حالا مثلا آقای شجاعی، آقای محسنی اشاره میکنن به بحث حضور فرهنگی ایران. من یادم هست که اون اوائل صحبت این بود که ایران کتاب درسی فرستاده، پس فرستادن حتی، یعنی در این حد. اساسا میشه گفت که سیاست ایران در قبال افغانستان و برعکس در این 20 سال همگون بوده، یک پارچه پیش رفته؟
ببینید، یه نکته رو نباید فراموش کنیم. ایران همیشه به جز دوران طالبان در افغانستان حضور فعالی داشته. یعنی حتی زمان طالبان هم اون داوطلبانه رانده نشد، کنار نکشید ایران، بلکه خب طالبان تمایلی نداشت به رابطه با ایران. ایران اومد بعد از اینکه بعد از سقوط طالبان نفوذ خودش رو در افغانستان دو جور سعی کرد، حالا ابعاد گسترده، ولی خب به طور مشخص سعی کرد نیروی نرم رو، قدرت نرم رو، حالا همون که شما فرمودید مثلا به لحاظ تحصیلی، کارخانه مثلا سیمانسازی، شرکت تلگراف، این چیزها رو سعی کرد در افغانستان گسترش بده. و خب حالا فعالیت نظامی ایران در افغانستان یک بخشش برمیگرده به اینکه کمک به نیروهای شبه نظامی برای اینکه وضعیت رو برای آمریکایی‌ها خراب کنن، و بعدها که خب تماس با طالبان برای اینکه اگر طالبان زمانی به قدرت رسید بتونه ایران همچنان رابطش رو با افغانستان حفظ بکنه، برای اینکه واقعا افغانستان بسیار بسیار همسایه مهمی هست برای ایران. اما بله، فعالیت حضور ایران در افغانستان کاملا دگردیسی داشته، یعنی تغییر کرده در این 20 سال پس از طالبان. از زمانی که فرض کنید به در کنفرانس بن نقش بسیار مهم و فعالی داشت، اینجا آقای ظریف اتفاقا درست گفتن، تا بعدها کمک به فرض کنید حالا مدارس، نمیدونم مسجد و رادیو و این حرفا، و تا جاده سازی و راه سازی، به هر حال ایران بالا پایین شده حضورش. یه سوالی که پیش میاد اینه که شما هم گفتید که خیلی برای ایران مهم هست افغانستان، برای افغانستان هم ایران مهم هست. موانع چیه؟ حالا به غیر از اون که آقای محسنی اشاره کردن، خب حضور پررنگ آمریکا در همه جای افغانستان، هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ سیاسی، فقط اینه یا دلایل دیگه ای هم هست؟ ببینید، افغانستان کشور مهمی هم برای پاکستان، هم برای هند، هم برای ایران. یعنی رابطه هند و پاکستان مرکزش افغانستانه، و بسیاری از کارهایی که پاکستان در افغانستان میکنه به واسطه به اصطلاح هند محوری، سیاست هند محوری پاکستان هست. حالا ایران همون مشکلاتی رو که پاکستان با افغانستان یا پاکستان با هند داره نداره با هیچ کدوم، اما خب مسائل دیگری هست، مسئله ارضی نیست، اما مسئله آب هست، مسئله بسیار بسیار مهمی که ایران واقعا در تا آستانه جنگ رفت با افغانستان. حالا نه فقط دیپلومات ها که آقای ظریف گفتن، مسئله بستن آب سد کجکی هم بود. به هر حال افغانستان بسیار برای ایران مهمه، و من فکر نمی کنم که توی شرایطی، حالا مسئله مواد مخدر هست، مسئله به اصطلاح باز یک جور نفوذ ایران از اون طریق به گسترده تر به آسیای میانه هست، ایران، افغانستان برای ایران همسایه بسیار بسیار مهمی خواهد بود، و به هیچ عنوان ایران هرگز از افغانستان نمیگذره. مسئله دیگری هم که حالا باید بهش اشاره کرد، حضور تعداد قابل توجهی از اهالی افغانستان در ایران هست، در سالهای گذشته همواره بوده، و این ما رو میبره به بخش بعدی برنامه در مورد لشکر فاطمیون، که گفته میشه که کسانی هستند که از افغانهایی که از ایران اعزام شدند به سوریه. بشنویم در این باره چه گفته شد در مصاحبه. چرا افغانها را آقای وزیر و سوریه میفرستین برای جنگ؟ ما کسی رو به سوریه نمیفرستیم. 25 تا روان فرستادیم. این رو ما کاملا روشن کردیم. ببینید، کسی برای یک کشور دیگه نمیره یک کشور سالس به جنگ. افغان برادران ما رفتند اونجا خودشون به صورت داوطلب، کما اینکه از عراق رفتن، کما اینکه از جای دیگه رفتن. شما تسهیل کردن، ما صلاح دادن، ما کمک کردیم، صلاح دادن، ما کمک کردیم در سوریه برای مقابله با داعش که دشمن مشترک همه ماست. این داعش از یک طرف میگن افغان خودشون باید تصمیم خودشون تصمیم گرفتن، ما نبردیمشون، صلاح دادن برشان. ببینید در کجای دنیا برای مهاجر اینها در پایگاه‌های خودشون، در سنگرهای خود، اما اینا به خاطر اعتقادات خودشون رفتن، دعوت کردن شما، در پایگاه‌های خودشون، در سنگرهای خودشون پرچم افغانستان و عکس رئیس جمهور افغانستان بزن داشتن.
و اینها بهترین نیروهایی هستند که اگر دولت افغانستان تمایل داشته باشه می توانند با سابقه رزم با تروریست ها و داعش کمک دولت افغانستان باشه. برای مبارزه با داعش، مبارزه با ترور و حفظ امنیت افغانستان. در درون افغانستان؟ هر جا که دولت افغانستان. کجا هست این نیروها؟ اینها خیلیشون مشغول زندگی عادی هستن، چون الان که جنگ، الان خطر از در واقع اماکن متبرکه در سوریه رفع شده و بسیاری از اینها برگشتن، زندگی میکنن، کار میکنن. کجا؟ ایران؟ ممکنه ایران باشن، ممکنه ایران نباشن. ما چند هزار نفر هستن؟ من همون عددهایی که شما میگید رو شنیدم. 25,000. چقدر؟ 25,000. 5,000 من شنیدم. 5,000. 5,000 من شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2,000 نفرشون در سوریه باشه. در کجای دنیا شما که پیشتر گفتن کارشناس روابط بین الملل هستن دیدین که از مهاجر ملیشه بسازه بفرسته به کشور دیگه؟ ببینید، شما یک مفروضی میگیرید که این مفروضتون درست نیست که از مهاجر کسی ملیشه بسازه. چی از اولا که خیلی از اینها اصلا مهاجر نبودن، از خود افغانستان اومدن رفتن اونجا، کما اینکه ممکن از جاهای دیگه هم رفت. پس ما بخوایم سلاح بگیرم مرا بفرستین سوریه؟ شما وقتی رفتی سوریه ممکنه به اصلاح بدی. بخشای دیگه از این مصاحبه بود. آقای سلطوس میگن 5000 نفر، 25000 نفر، یا اینکه اینها از افغانستان بودن، از ایران رفتن، از کجا. ما چه چیز بیشتری در مورد این لشکر فاطمیون میدونیم اساسا؟ بله، ببینید، علاوه بر لشکر فاطمیون، گردانهای زینبیون و افراد زیادی هستند که چه تحت حمایت ایران و چه تحت حمایت سایر کشورها در سوریه دارن میجنگن. به گمان من سوال گزارشگر یک مقدار مغرضانه بود که چندی ما پرسیدن در کجای دنیا همچین چیزی رو سراغ دارین. کسی که از افغانستان داره این مصاحبه رو میکنه، به نظر من این خودش آگاه هستش که در دهه 80 میلادی تقریبا این جنگ های شبه نظامی ها و گروه های نیابتی از خود افغانستان شروع شد. همین پادشاه کنونی عربستان بود که ماهیانه بین 20 تا 25 میلیون دلار برای گروه جنگجویان عربی که به افغانستان اعزام میکردن کمک مالی جمع میکردن. در دهه 90 همون جنگجویان رو از افغانستان، همون مجاهدین افغان رو به بوسنی برد، عربستان سعودی، برای سایر کارهایی که گسترش اون افراطی‌گری که در بوسنی و منجر به عملیات 11 سپتامبر شد. عربستان خودش برای گروه عبدالرسول سیاف در افغانستان عضوگیری میکرد. سوال به نظر من یک مقدار مغرضانه بود. برای به نظر شما این کارت بلانش میده به یک کشور دیگه هم که این کارو بکنه در اون منطقه؟ ببینید، وقتی که همه کشورهای این منطقه دارن این کار رو میکنن، به جای رویارویی مستقیم نظامی با همدیگه، این تقریبا میشه گفت آپشن دوم هست، کم هزینه تر برای کشورها که بتونن از منافع ملی خودشون استفاده بکنن. شاید واقعا بهترین کار نباشه، بهترین سیاست نباشه، ولی چاره جز این هم نیست. وقتی که تمام کشورهای منطقه دارن همین کار رو میکنن، چه کشورهای منطقه چه کشورهایی که خارج از این منطقه قرار دارن. شما جنگ بین آذربایجان و ارمنستان رو به گروهایی که ترکیه وارد کرد از سوریه در قره‌باغ، اینها گروهایی که ترکیه به لیبی برده در جنگ لیبی، تمام کشورهای منطقه در حقیقت دارن این سیاست رو دنبال میکنن. نمیشه واقعا ایران رو مورد سوال قرار داد که چرا ایران داره این کار میکنه. و به اضافه اینکه آقای ظریف هم فکر میکنم اشاره کرد در صحبتش که کسانی که رفتن اولا به اجبار نرفتن، دوما اینها امتیازاتی رو دریافت کردن که رفتن اونجا. این اتفاقی هست که ما در سایر موارد و کیس‌های دیگه هم می‌بینیم. جنگجویانی که به سوریه رفتن، به عراق رفتن، بخشی از اینها افرادی بودن که شغلی نداشتن، کاری نداشتن و به خاطر حقوق خوبی که دریافت می‌کردن رفتن و وارد اون میدان جنگ شدن. آقای محسنی، نظر شما چیه راجع به این حرفای آقای سلطوس؟ در مورد فاطمیون آقای ظریف بسیار صریح متفاوت از موضع‌گیری های قبلی ایرانی ها گفت و حتی گفت اگر لازم شود باز هم حمایت میکنیم. دو تا اختلاف نظر با حکومت افغانستان آقای ظریف داشت در این مصاحبه، یکی بحث فاطمیون بود و یکی هم بحثی که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و منشأ جنگ خواند. آقای ظریف که گفت تبدیل میشه به واکنش افراطی و جنگ در منطقه. به هر صورت آنچه که ما در این مورد باید ببینیم دو نگاه هست: آیا ما اخلاقی و حقوقی به قضیه میبینیم یا میایم از بعد رئالیستی قضیه و روابط قدرت در منطقه میبینیم. از منظر اخلاقی و حقوقی قطعا جنگ های نیابتی
جایگاه نداره و این استفاده ها جایگاه اخلاقی و حقوقی نداره و از اون منظر حقوق بین الملل هم قابل محکوم شدن هست. اما آنچه که واقعیت موجود متاسفانه منطقه ماست و استفاده ابزاری که از گروه های نیابتی میشه و از موجود همین گونه است متاسفانه که هم در جنگ افغانستان، هم در جنگ عراق و اسرائیل و قبل از جنگ افغانستان در دوران جهاد، در جنگ بالکان و فعلا عرب افغان هایی که در نسلی که به وجود آمد از جهادگران نیابتی تبدیل به یک رسم گروه های فراملی شد که در چندین جای می جنگن بدون این که به مرزی وفادار باشن یا با یک جغرافیای وفادار باشن و این گروه های فراملی در همه مناطق کشورهای منطقه حضور پیدا کردن. متاسفانه از در همین سوریه از افغانستان برای داعش هم از جانب کشورهای عربی سربازگیری می شد. قطعا این رویه از جانب هر کشوری که باشه از بعد اخلاقی قضیه و از بعد حقوق بین الملل محکوم هست و نباید این استفاده در از اتباع کشورهای دیگه در راستای منافع یک کشور دیگه صورت بگیره. آقای محسنی، یه چیزی رو آقای ظریف گفتش، گفت که فاطمیون الان حدود 2000 تا هست. حالا من بعداً جواب این سوال رو میخوام از خانم امان بگیرم، چون حرف اومد و نفهمیدیم بالاخره اینا چند هزار نفر هستن. اما گفتش 2000 نفر هستن و پیشنهاد کرد که دولت افغانستان از اینها کمک بگیره برای اینکه با تروریسم گفته او در افغانستان مقابله بکنه. آیا اساساً چنین چشم‌اندازی دیده میشه که مثلا دولت افغانستان به اون شیوهی که مثلا گروه‌های شبه نظامی در عراق اومدن و به نوعی به عنوان ارتش مطرح شدن، گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران، بیان و در افغانستان این کارو بکنه؟ آنچه که تا اکنون سازوکار و برنامه دولت افغانستان بوده یک حمایت ملی از نیروهای ملی مملکت بوده، ارتش افغانستان، پلیس افغانستان، امنیت افغانستان و ترکیب اجتماعی افغانستان و تجربه تلخ جنگهای افغانستان هم نشان میده که بهتر است همین وضعیت در افغانستان دوام پیدا کنه و نباید ما به سمت سوی بریم که وضعیت به طرفی رقم بخوره که ناگزیر شویم و خط اندازی ها و شکاف های قبلی اجتماعی در افغانستان از نو تازه شود. در این زمینه هم متاسفانه جامعه افغانستان یک جامعه مملو از شکاف های متراکم هست و این شکاف های متراکم ممکن است فعالتر شوند. آنچه که تا اکنون اتفاق افتاده تکیه بر بحث باورهای مذهبی در جنگ افغانستان کمتر بوده، هم از جانب طالبان هم از جانب دولت، حتی باورهای قومی هم تا حدودی کمتر بوده. در یک بحث کلان نظام اسلامی بین طالبان و دولت در یک تعریف از نظام کلانتر اسلامی اختلاف بوده. بهتر است و الگوی مطلوب هم همیست که همه اقتدار و حاکمیت و اعمال قدرت مسلحانه در دست دولت افغانستان باشه و بمانه و ترجیح مردم و دولت افغانستان هم همی هست که انحصار اعمال قدرت و اعمال نیروی مسلح به دست دولت باشه تا اینکه فضا به که شکاف های اجتماعی در افغانستان دوباره سرباز کنه. خانم امان، حرف تو حرف اومد، همونطور که گفتم جواب این سوال رو نگرفتیم. این گروه فاطمیون چقدر هستند؟ آیا میدونیم؟ آیا اطلاعات دقیق داریم؟ بین 25000 صحبت شد تا 5000 تا 2000، میدونیم چقدرن؟ همه جا میشنویم که بین 5 تا 25000 نفر هستن. البته ببینید، یک بخشی از اینها کسانی بودند که در سوریه برای مدت محدودی جنگ کردند و بعد مثلا ماموریتشون تموم شد، برگشتن به افغانستان یا برگشتن جزء مهاجرای افغان در ایران بودن، به ایران برگشتن یا به کشورهای خودشون. اما یک بخشی از این نیروها به صورت حرفه‌ای موندن ظاهرا، که ایران الان مشکل نگهداری اینها، هم فعال نگه داشتنشون و هم تغذیه مالی منظورم هست. این الان یک معضل برای ایران واقعا، یعنی سرنوشت نامشخصی دارن. یعنی پیشنهاد آقای ظریف از میتونه در واقع به خاطر این باشه، برای اینکه نمیدونن الان با این گروه فاطمیون چه کار کنن، میخوان بدن به دولت افغانستان.
احتمالاً آقای ظریف نمیدونه، بلکه سپاه میدونه. ولی اجازه بدید من یه نکته رو در ادامه صحبت دوستان اینجا اضافه کنم که به نظر من واقعاً مسئله مهم و فاجعه باری بوده. ببینید متاسفانه بزرگترین ایراد اعزام نیروهای افغان، شیعیان افغان، شیعیان پاکستان به سوریه این بوده که وضعیت شیعیان رو در این کشورها به مخاطره انداخته. ببینید بسیاری از کسانی که پس از سوریه به افغانستان برگشتن با تنش روبرو شدن، با بدبینی شهروندان دیگر افغانستان روبرو شدن. نگرانی این هست که ایران ناخواسته یا خواسته ایران رو افغانستان رو به سمت یک جنگ مذهبی کشونده باشه. مهمان دیگر برنامه‌تون گفتن به درستی که افغانستان خیلی مشکلات عدیده داشته، ولی واقعا جنگ مذهبی هیچ کدوم از اینها نبوده. شیعیان افغانستان در زمان طالبان، حالا یه مقطعی مزار شریف هست که کشتار بزرگی شد، مناسک مذهبیشون رو نمیذاشتن اجرا کنن، اما هیچ وقت تا این اندازه زیر فشار و به اصطلاح مورد خشونت گروه های شبه نظامی نبودن. و به عقیده من بخشی از این حاصل به اصطلاح دخالت اعزام این نیروها به سوریه از طرف جمهوری اسلامی. آقای محسن، شما با این تحلیل موافقه؟ موضوع تک بودی نیست و تکاملی نیست که فکر کنیم تنها مسئله سوریه واقعا بودم. ما قبل از اتفاقات سوریه حملات لشکر جنگی را در افغانستان برای شیعیان داشتیم. نوع نگاهی که جریان افراط داره و سرزمین پرورشی در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان و زمینه ای که اینا پرورش می‌یابند در یک موقعیت ستیز مذهبی که در پاکستان رواج داره، متاسفانه روی رفتار مذهبیشان در افغانستان تأثیر می‌گذاره. یک بود و یک عاملش می‌تونه قویاً این موضوع باشه. عامل بعدیش نقش کشورهای عربی هم هست که میاین در صف مقابل موضوع میاین و همیتون منیشه سازی را از افغانستان داشتن. و عامل سوم که در کنار عواملی که گفته شد در برنامه میتونه نقش داشته باشه، بحث تبعیض و افراطیت در درون افغانستان هست. این دو تا مسئله هم سبب میشه که خواهی نخواهی یک نگاه تبعیض‌آمیز با گروه های اقلیت در افغانستان وجود داشته باشه و یه تبعیض خود به خود بدبینی رو به وجود میاره. ممکن است در یک فضایی که مستعد خشونت باشه، در یک مملکتی که بازار آزاد اسلحه وجود داشته باشه و کنترل دولت وجود نداشته باشه، تبدیل به خشونت شوه. یعنی ما هم ریشه افراطی‌گری رو داریم، هم ریشه تبعیض رو در زمینه داخلی افغانستان داریم در این مسئله نسبت به گروه های اقلیت، و هم بحث ساختارهای منطقه‌ای را داریم که وجودی از کشورهای مثل ایران در زمینه اعراب هم وجود داشته و دخالت‌های اعراب هم از دهه 80 میلادی به این طرف وارد بوده و یکی از مشوق‌ها در این زمینه کشورهای عربی هم متأسفانه بودن. اشاره درستی میکنید که تمام کشورهای منطقه به نوعی در این گروه شبه نظامی سازی یا ملیشی سازی نقش داشتن، ولی فرق اونها با ایران شاید آقای سلطوس الان اینجا این باشه که اونها پول فراوانی دارن، کماکان میتونن اینها رو تامین مالی بکنن، ولی ایران الان با یک مشکلات عمده مالی روبرو هست. این شرایط ایران رو با این گروه ها به کدام سمت میبره؟ همون بحثی که در آغاز هم در مورد مثلا عراق مطرح کردم، آیا ممکن است که بعضی از این گروه ها، خب گروه شبه نظامی هستن، خرج دارن، یک کس دیگری میاد و خرجشون رو میده، آیا ممکن هست که اینها به اسم ایران برن و کارهایی بر علیه ایران انجام بدن؟ بله درسته. ببینید همونطور که خدمتتون عرض کردم، اون پیامدهای ناخواسته حمایت از این گروه های شبه نظامی دامنه وسیعی داره. اینکه واقعا آیا اینها با گروه های معاند اون حامی خودشون اتحادی تشکیل بدن، اینکه آیا واقعا برگردن برخلاف حتی منافع همون حامی خودشون، کشوری که حامی اینها بوده، عملیاتی رو انجام بدن. مثال خیلی خوبش همون القاعده است، گروهی که به هر حال اول توسط خود عربستان حمایت شد، ولی بعد دیدیم که حملاتی رو اینها حتی در خاک خود عربستان انجام دادن. این دامنه پیامدهای ناخواسته قطعا بسیار وسیع است و منابع مالی ایران هم محدود و قادر نخواهد بود که تا ابد بخواد حمایت خودش از این گروه ها ادامه بده. در کنار این، من یک نکته دیگه اگه اجازه بدین اضافه بکنم به این بحث حمایت از گروه های شبه نظامی.
ما بحث پیمانکاران خصوصی رو هم باید به اینها اضافه بکنیم. این بحثی است که تقریبا خیلی مخفول مونده و در رسانه ها رسانه ای نمیشه، چون آمار و ارقام اینها خیلی واضح و آشکار نیست. در سال 2016 تا تحقیقاتی که در وزارت دفاع آمریکا شد، یک نفر از هر چهار نفر آمریکایی که در افغانستان و در عراق هست برای پیمانکاران نظامی خصوصی دارن کار میکنن. اینها هم دارن گروه‌های میلیشا و شبه نظامی رو در افغانستان و در عراق تربیت میکنن و تعلیم میدن. به عنوان مثال یک گروهی هست به اسم پسرهای آزادی، Sons of Liberty در عراق. اینها مسیحیان آشوری رو در عراق دارن تجهیز میکنن، تسلیحات میدن، آموزش نظامی میدن بر علیه سایر اقلیت‌ها. بنابراین در کنار نقش دولت‌هایی که اینجا گروه‌های شبه نظامی رو دارن در افغانستان و یا در منطقه به طور کلی پرورش میدن و زیاد میکنن، باید به نقش این پیمانکاران خصوصی هم خیلی توجه بشه. اینا غالبا نظامیان بازنشسته و یا نظامیان با تجربه هستن که از بخش خصوصی درآمد خیلی بیشتری رو میتونن کسب بکنن از راه ساختن همین گروه های شبه نظامی. این بحث بسیار جالبی هست، اما من میخوام یک مبحث دیگر رو هم اینجا حتما بهش بپردازیم و اون این هست که در صورت خروج نیروهای آمریکایی خانم امان از افغانستان و این خلایی که ایجاد میشه، ایران آیا میتونه این خلأ رو پر کنه؟ جایگاه ایران به چه شکل خواهد بود بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و آیا این یک نگرانی امنیتی جدی برای ایران نخواهد بود؟ واقعیت این هست که خروج نیروهای آمریکایی به این صورتی که داره صورت که قرار صورت بگیره به نظر من یه مقدار با عجله و بدون به اصطلاح تدبیر کافی بود. حالا قراره یه مقداری یک مهمان دیگر، ببخشید اسمشون فراموش کردم، ایشون آقای شجاع محسنی، بله بله، به این که هم آمریکایی‌ها و کشورهای دیگه نیروهای شبه نظامی اجیر میکنن. اتفاقا یه گزارش خیلی مفصل هم اومده بیرون از این که مثلا آمریکایی‌ها تعدادی از این افغان‌ها رو اجیر کردن به عنوان سربازان پیمانکار و اینها، حالا فجایعی ایجاد شده از عملیات اینها که بعدا خواهیم دید. اما یه لحظه ببخش، من حواسم به یه چیزی شد، سوال اصل رو فراموش کردم. عرضم این بود که آیا این خلأی که ایجاد میشه در افغانستان با خروج نیروهای آمریکایی برای ایران آیا نگرانی امنیتی جدی نخواهد بود؟ برای ایران، برای خود افغانستان، برای مردم افغانستان این خروج واقعا تدبیر کافی پشتش نبود و ممکنه حالا دولت بایدن یه مقدار تجدید نظر بکنه. البته به احتمال زیاد نمیان همه اون نیروهایی رو که در زمان آقای ترامپ از افغانستان فراخواندن دوباره به افغانستان برگردونن، اما به نظرم یه مقداری شاید مشارکت بین المللی بیشتر بشه، شاید دولت جدید آمریکا تلاش بکنه مقدار همکاری‌های منطقه‌ای رو بیشتر بکنه، چون واقعا در این صورت اون خلایی که شما گفتید ممکنه افغانستان رو یه مقداری به دامن هرج و مرج سوق بده، اگر که همکاری منطقه‌ای برای کمک و به اصطلاح کمک به دولت افغانستان، حالا با هر شرکت و هر درصدی از گروه‌های مختلف که تشکیل بشه، ولی بدون کمک احتمالاً از به خوبی به روشن نخواهد. ممنونم از شما فاطمه امان، شجاع محسنی و آقای سلطوس، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این صفحه آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو میتونید به صورت صوتی در تلگرام یا اپلیکیشن های پادکست ما بشنوید، همینطور میتونید روی سایت یوتیوب این برنامه رو به طور کامل مجدداً تماشا بکنید. همینطور در مورد این موضوع مطالب متعددی روی وبسایت ما هم هست که میتونید اونها رو بخونید و مطلع بشید. من ممنونم باز از شبکه طلوع که امکان پخش 5 دقیقه از این مصاحبه با آقای ظریف رو در اختیار ما گذاشت و ممنونم از شما. شب و روزتون خوش.